خبرهایی که امروز از ایران می آید همخوان ترانه هاییست که ترانه سراهای داخل ایران می نویسند. باید تلو تلو بخوریم زمونه رو، وقتی که مست نیستی به بن‌بست می رسی. در کشوری که حکومتش خود را ام القرا یا پایتخت اسلام مینامد، رئیس پلیسش میگوید مقصد سالی 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی است و وزارت بهداشتش از رواج نگران کننده مصرف آن خبر میدهد. من مستیم که خوشدار رانندگی کنه. هرچند که مصرف الکل در غرب جرم نیست، اما در کشورهای غربی هم وقتی کار به اعتیاد بکشد یک معضل اجتماعی حساب می شود. معضلی که آمارهای رسمی ایران می گوید دامن 200,000 نفر در ایران را گرفته. روابط جنسی هم در غرب لزوماً معنای مجرمانه ندارد، ولی وقتی این روابط جنبه تنفروشی و روسبیگری پیدا کند، در خیلی از جاها عملی مجرمانه به حساب می آید. جرمی که نتیجه تحقیق مشترک 3 دانشگاه دولتی در ایران میگوید در این کشور حتی در مواردی دخترهای 8 ساله به اجبار تن به آن میدهند. بالا رفتن آمار بزهکاری های اجتماعی در ایران دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، اما به هر حال واقعیت جامعه با آن چیزی که حکومت ایران تبلیغ میکند گاهی متفاوت است. از طرفی به دلایلی مثل بدحجابی و نوع پوشش گروهی مجازات می شوند. اما در جای دیگر و در غیاب پلیس در روز روشن در خیابان به مردم تعرض می شود و احساس ناامنی در شهر وجود دارد. گذشته از بزهکاری ها، اصولاً به نظر می رسد فاصله بین سبک زندگی رسمی و واقعیت زندگی بخش قابل توجهی از جامعه ایران وجود دارد. انگار که بعضی ها به ساز خودشان می‌رقصند و نه حکومت. تفسیر حکومت ایران از اسلام باعث شده که خیلی از چیزهایی که در خارج از ایران حق افراد است به تفسیر حکومت به دلیل مغایرت با اسلام از مردم ایران گرفته شده و گروهی هم از نابرابری جنسیتی در ایران می‌گویند و شکایت دارند. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا عاشق علی نامت ساقی شد گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا. انگار مردم ایران پیش از انقلاب اسلامی دستشان برای انتخاب سبک زندگی بازتر بوده. موافقان حکومت پیش از انقلاب ایران میگویند آن روزها نه کاباره و نه مسجد از کسی دریغ نمی‌شده. این سالها زیر پوست شهر زندگی متفاوتی از آنچه حکومت می‌خواهد هم در جریان است. اعتراضی خاموش به الگوهای حکومتی برای زندگی. از مملکت فلسفه و شعر و شریعت جهل و غضب و غفلت و انکار به جامعه. اعتراضی اجتماعی که گاه صریح و بی‌پرده و عیان بوده. مخالفتی با شرایط اجتماعی که گاه رنگ و بوی سیاسی و تهدید به عصیان هم گرفته. صد گل به چمن در قدم باد بهاران می روید و صد بوسه دهد بر لب باران، ققنوس به پا خیزد و با جان هزاره پر می کشد از این قفس خون و شراره، با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، فرداش ببینند که سبز است دوباره. هرچند که با فشار حکومت گاهی ظاهراً این صدای اعتراضی ساکت شده، اما عملاً به زیر زمین رفته و به مجرد یافتن فرصتی دوباره سر برآورده. وضعیتی که گروهی میگویند نشانه‌ای از جامعه‌ای در حال گذار است و گروه دیگر آن را نشان جامعه‌ای رو به سقوط می‌دانند.